بکنیم به این سلسله مراتبی که شما اینجا نشون دادین. در صفحه 129 مجموعه قضات میشه این رو پیدا کرد، این عدل و شواهدی که در مقابل دادگاه بود نشون میداد که دفتری هست، دفتر رهبری در استانها، که اون قسمتی از یک ساختار رسمی دولت نیست. اگر ممکن است لطفا بگید که سمت و موضع این دفتر چی هست در رابطه با استان و همچنین مشارکت اونها در شورای امنیتی در هر استان. اگر ممکن است شما نشون بدید که این در این ارگانگرام کجا هست. در این ساختاری که شما نشون دادید هیچ اشاره ای نیست به دفتر رهبر در هر استان، نماینده رهبر. یعنی که گفتین در واقع رهبر جمهوری اسلامی غیر از نقش در واقع رهبری و تعیین سیاست ها و مدیریت قوای سگانه و همینطور نیروهای انتظامی و نظامی، در هر استان نمایندگانی داره و همینطور در شهرها، در بخش ها و گاهی اوقات حتی در بعضی از روستاها که به عنوان امامان جمعه نقش ایفا می کنن. امامان جمعه از نظر در واقع دولتی وابسته هستند به دفتر رهبری، بنابراین مستقل از نیروهای از به عنوان مثال استاندار یا شهر یا فرماندار عمل می کنند در اون شهر. اما به دلیل اینکه نماینده رهبر هستند در اون استان یا در اون شهر، طبیعتاً نظرشون بسیار بسیار مهم هست و همینطور به دلیل اینکه به نوعی نظرات رهبر رو مستقیماً نمایندگی می کنند، قطعاً استاندار یا فرماندار یک شهر در موضوع مهم مثل استفاده از سلاح علیه معترضان با اونها مشورت خواهد کرد. اما از نظر رسمی در قوانین نقشی برای اونها در مواقعی که اعتراضات هست یا مواقعی که داره تصمیم گیری میشه برای اینکه به معترضان شلیک بشه ما نمیبینیم. My final question relates to your... آخرین سوال من مربوط میشه به زمینه 4-2 که در اونجا ما فهرستی میبینیم از دفاتر هیئت‌های مختلف و همچنین قوای مختلف برای استفاده از زور مرگبار، سلاح‌های مرگبار. این شما میتونید در مجموعه هم پیدا بکنید. لطفاً بگید چه صفحه در گزارش من، صفحات 58 به بعد در گزارش شما. سوال من خیلی ساده هست، این اسامی کسانی که به مرتکبین این جنایات بر علیه بشریت هستند رو اسمشون رو ما درآوردیم. 133 اسم هست، 133 ارگان. و آیا شما میتونید در اینجا تایید بکنید که این 133 نفری که اسم شون در اینجا رفته کسانی هستند که مسئولین این کارها هستن، یعنی مسئولین در این سازمان ها و در این دفاتر؟ توضیح دادم منبع اصلی ما برای وارد کردن اتهام و مسئول شناختن مقامات در سطح کشور، در سطح استان ها و در سطح شهرستان ها ویدیوهایی بوده که بیش از 2000 ویدیویی بوده که ما جمع آوری کردیم از اعتراضات و ویدیوهایی که در اون برای ما مسجل شده که و تونستیم تایید کنیم که معترضان به طور غیر قانونی کشته و زخمی شدن. بنابراین در این اون چیزی که در این لیست میبینین مقام یا در واقع نهادی هستش که این مسئولیت رو داشته در سطح کشوری، در سطح استانی و در سطح شهری. و در ستون آخر این جدول شما شماره ویدیوهایی رو میبینین که در واقع اسناد و مدارک و اویدنسی هست که علیه این مقامات ما به دادگاه ارائه دادیم و اینها همه بر اساس همون 149 ویدیویی که تایید شده صحتشون، زمانشون و مکان وقوعشون.